برنامه یاد خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های افغان استریت فود ما. این بار دیگه هم آمدیم پیش آیی صاحب شیر آقا. بولانی شیر آقا رو دیگه کلتان شنیدین، مشهور هست، نامدار هست. دیگه یکی از بولانی فروش های هست که در بازارش رش زیاد هست، بیروبار زیاد داره. حالا ما اینجا آمدیم اشتیای بولانی برام زده. خب این که چی هنر داره بولانی شیر آقا که مشهور است، چی هنر داره؟ چرا دیگه جای هم بولانی پزیا هست اما به این شکل بیروبار تنها در اینجا است، دیگه جای نیست؟ یک دلیل خود داره. خب بعضی ها قصه های که ما همیشه گفتیم، بعضی ها دستشان اتو نمکدار از مزدار هست، بسیار چیزای مزدار آماده میکنن. حتما کاکو شیر آقا هم از اون مو آدم های هست که بولانی فروشیش بیروبار زیادتر داره. من میرم طرف داخل، اگر بتونم صحبت های از اینا را داشته باشیم، از خدا آیی صاحب شیر آقا را که ای چه رقم مثلا امی بولانی را آماده میکنه، تهیه میکنه، چه رقم باز بیره به کسایی که مشتریشون از برای زیرا میده. خوبیش چی هست؟ هر کسی که میمان آجی صاحب شیر آقا میشه برش میگه بیشی اول شکم مکت تصیر کو باز بگه بیا که بخیر ما خود مثل که مارم در اول گفت. ما منتظر هستیم که بخیر آجی صاحب شیر آقا وقت پیدا بکنه باز قصایش داشته باشیم. بیروبارش هم میبینید دیگه که ماشاءالله میاله خوب سای بیروبار است دیگه، تا پایان شما هم بیننده باشین. بیننده های عزیز، ما آمدم در داخل جایی که اینمی تیم کاری را میبینین که خود آقای صاحب شیر آقا مصروف هست. اکثرتان در خانه یا اگر طرف که مثلا مسیر میشه یا نام از بولانی میشه، مشهور در اینجا پیدا میکنم بولانی شیر آقا. بولانی شیر آقا اصلا آقای صاحب شیر آقا کسی است که یک عمر در این کار کرده. سی و یک سال میشه که بولانی پزی داره. با مو خاطر مشهورم به مینام است. هر زمانی که گفتم بولانی دل هر کس میشه میا اینی جم. حتی نفری که از این بغل تیر میشه از من پرسان میکنه این بولانی فروشی شیر آقا در کجاست؟ از بس که کلبه را هفت غریبانه نگاه کرد. راست نیه واقعا. آه چقدر مردم میبینه و دانشان میره. ما خامیر ما میگم. مگم ناگفتنم اونم یک دونه زیادم از سر میشه. به خیلی دیگه یه هیچ امکان ندارد. دو تا شکست خورده نمیدانم. یک دونه شما سر میکنه. یک دونه ما دو نفر خوردیم سر کرد. آی لطف خدا بساخ برکت داره. دیگه این ما هم یک دونه روزا خوردن میتونم. آجی صاحب، ما خود تصویرها رو در جریان داشتیم، از بعضی چیزا از اینجا گرفتیم. از این بر ما بگو چقدر اینجا شاگرد است که خودت چقدر کدت کار میکنه در اینجا، چند نفر هستی؟ ما خواهم این افتخار میکنم که اگر ما شوه یا نشوه با می شاگردام که شوه امی بهتر از ما. چرا که از بر ما چندین فامیل نان میخوره. این لطف خدا تقریبا 9 تا شاگرد دارم اکت. ماشاءالله. 9 فامیل از این نان میخوره. ماش است یاد با روزمز. دیگه نو فضل خدا روز 500 هم بیتم شانه، روز 600 هم بیتم شانه. همین 500 600 ماش شانه است. یک چیزی را که من دمه قدر دیر آمدم متوجه است، من بسیار به مشکل وقت پیدا کردم. مثل که پیش یک رئیس میری، باز اگه بخوای که از اون ملاقات داشته باشی مجبور است یک 200 300 400 در لست انتظار باشی. ما از ما آدمایی بودیم در لست انتظار بودیم. خب نخواستیم مزاحم شویم، هرچند آجی صاحب
صدام کرد که شکمتون سر کنین که با شکم گوشت جنگ نمیشه. اما تو گفت اول گفتم بولانی بخوره بازار چی کرد خاص خودتانه. بخیر باشین. از اون وقت حالا که من متوجه شدم ماشاءالله 8 بوجی. آ لطف خدا میشه کم نیم کم میشه ها. 8 بوجی تامیال را مصرف کلا دیگه جور کردن. 5 6 بوجی میشه دیگه ها. ماشاءالله. بیننده عزیز ما جای هستم که برای مزاحمت کردیم دیگه واضح بگویم براتون تصویرها رو شما دیدین که چرا قمینا آماده میکردن. یک چیز دیگه که در ذهن مردم سوال خلق میشه کاکا شراغا میفهمی چی هست؟ ای هست که امی بولانی کاکا شراغا چی مزه داره؟ چرا قبیرو باره؟ ای خواه امی عزت و زلط به دست خداوند است. کسی را که زد بته کسی را که زلط ده. اما کارا به خداوند تاقل. یکی دیگه خواه امی اخلاق هم مهم است. اخلاق خوش انسان شکار میکنه. حالا که مردم اخلاق نکنی، که مردم رویه خوب نکنی، مردم دیگه سن آدم دور نمیخوره. اینه میگم. اینه میست که اگر هر فرمایشی که بتم مده خدمت شان هستم. اگر بگم بی نمک پخته که بی نمک پخته میکنم، اگر بگم تند پخته که تند پخته میکنم، اگر بگم که تخمدار پخته که تخمدار پخته میکنم، به تخم به تخم. هر فرمایشی بتم. اینا سوالی که در ذهن من خلق شد. بر من یک دونه بولونی آماده کرد منوش جان کردم. چند قسم بولونی جو آماده میکنین؟ حالا خب فعلا زیافتل مردم دوز داره می کچالو گندنه را زیافته. اگر چی ما خودمو از نیشپیاز هم درست میکنیم، پالک هم درست میکنیم، گندنه هم، کدو هم، هر قسم درست میکنیم. مگر زیافتر مردم کچالو را دوز داره و به خاطر یک بمی رسیدنی میتونیم حالا فعلا دفتن کچالو داره من. من کچالو هست یکان دانه اسپیشل تخمدار هست. باز تخمدار خود سرش ها بیخی و بعض برادرات دو تخمه میخورن. یک تخمه چی میگه؟ دو دان تخم اندازن. تعلق به اشتیاج داره. یکان برادر اشتیاج خوب میباشه، یکان برادر نمی باشه اشتیاج. تعلق به اشتیاج داره. ما بر ما دو دانه پخته کرد، دو دانه تخمدار. اونقدر مزه کرد که هیچ نگو. جالبی ده چی است؟ مشتریایی که اینجا میاین معمولا. قسمت کمکار بخش کمره ما استاده است شیر حسن جان پهلویش مشتری هستن که بولانی میگیرن و میرن. اوی ده کسایی که میخوان داخل برن از اونجا بغلک فرمایش میتن از اونجا. میان مثلا میگن بازا اوی ده کسایی که میفهم اونجا نوبت نمیرسه میان میگه من داخل نان میخورم از اینجا یک دو دانه بچ آیی صاحب میتن میگه برو بخیر دو. آه چه قوای دن مردم میره کسایی که دور نزی میبینن موتر اینجا چقدر میگه کاش کم اونجا باشیم بریم بولانی بخوریم. من میگم این فضا سر آدم تاثیر داره. دقیق آدمی که آه چه قوای دانشون میره از دور. از چند بجه به ایسی بیروبار میباشه؟ اصلا خب آدم صبح وقتی که میایم در چای صبح مردم زیاد میبره چای صبح با چاش تو بیخی زیاد بیروبار میباشه. ما رسیده نمیتانیم فضل خدا. مگر من بسیار خوش میباشم امید که برادرها من پیش من بولانی میخورن من مقدر خوش میشم تشویق میشم. اگر چه این کار بسیار خسته کنه مگر من خسته نمیشم. لطف خدا میفهمم خداوند در کارت برکت برده. میگن دو آسیا که داخل شوی که آردپور نشی لذت نداره. سعی کنه نه خودت کلتون ببینیم. بیشتر هم که رفته اومم بود یک تکاندن بیرون کد و این دوم دفعه است نایفم سیوم دفعه است حاجی صاحب که گیرم میگه دو آسیا درایی بگرد برایی دیگه یک مهم بخی دیگه جالب است اینجا آدم صبح تا بگیدم آرد غرق هستیم دیگه. من متوجه شدم پهلوی تان هم یک دکان است. مربوط شما میشه آجی سن؟ امی هم مربوط ماست خود یا دوغ میتیم چکنی میتیم مردم برا یک هم سیاسران هم ایشان نمک دیگه او جای دکان فالتوس ها جای سیاسران ها که من متوجه نشده. حالا خود سیاسران مشکل است نمیشه خب دیجا جای یک دکان خورد است نمیشه مرده به مرده شود سیاسر جای نداریم. من متوجه خانوما شدم گفتم بسیاری آنقدر اشتیاق دارن که از بولانی بگیرن نوشجان بکنن حتی در روبروی امی اوتلکی که جور کرده روبرویش اونجا چارزانو زده بودن سراسرهای چندان خانوما بودن نوشجان میکدن اوتلا میرن میخورن و بقلک ها میرن بسیار سراسرها اوبالین برشان میاد جایی ندارم شرمنده شان هست. آجی صاحب یک گپ دیگه هم بیشتر یک دو دانه موی سفید و پیچه سفید دو دانه زن و شوهر بودن بسیار سنشان پخته بود یعنی که شاید در خانه 80 سال می گفت و اونجا پرسان کرد که این بولانی شور آقا را ما گفت زیاد متوجه شدیم باز شوخیم کرد گفت زنکه ما امروز آوردیم که بولانی نوش جان. این واقعا
یک روز امی جمعی یک مصاحبه دیگام و می دادم یک نفر امی جامعه که خانم است گفت به خدای نمی خانم ما مستقیم از ایران من آورده نمیگه که من برم بولانی شیر آقا را بخورم ما چم یک هم مصرف کردم به خاطر یک بولانی تا ما چم بولانی تو تاویز داره چه داره امی جمعی گفت که ما از ایران مستقیم امی خانم من را کشکل آورده بریم بولانی شیر آقا را بخوریم آجی صاحب یک شوخی من امروی همکار بخش کمریم کردم گفتم که یه حتما آجی صاحب کدام چیزی میزی جبن کرده که خموشتری میاد نه همی اخلاق خودش مردم را کشف میکنه میگه اگر شات خوری از دست تشروی بی ها زهر خوری از دست خوشروی اگر زهر هم از دست خوشروی بخوری هم مزه میده بله بله ما مزاحم کارت نمیشم کوکو شیر آقا در کارت برکت خداوند دگام جمع و جوشت زیاد کنه تعداد شاگردام زیاد شه و تنم یک کم کلانتر آرام باش بخیر با ما افتخار میبخشیم ما خواهی به خانه هستیم این برادران مهمان های ماستن بسار ما خوش میشیم که یام هم به شما بولانی میخوان مسئله پیسه خط علایده است تو هم یه همکارای هم که در اونجا گفتن کجا میری گفتم میرم بولانی فروشی کاکاشر آقا چی میگه والله اگه برای من نبیاری گفت دلت اگه بس اینا چی کنم میتون ببر برشان میتون ببر عدمی برم برشان عدمی میتون ببر برشان بیرنده عزیز قصه حاجی صاحب زیاد از بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب که بر ما وقت بخیر باشه من دم اون نقطه اساسی آوردم میفهمین دیگه ایرم میگم میمون نواز در سر تاوه سر کوره گفتم نه سر کوره گفتم در نقطه اصلی آمدیم یه از میمون نوازی های کاکو شیر آغاز قربان محبتت کاکو سلامت باشی بخیر باشی ما میترسم نسوزی جا دلت جا بخیر سلامت بیننده عزیز همین نقطه را که دیدن البته شما در تصویر داری نشه دو قسمت آرد و خمیر میکنن بعدش شجه میره یک کسی دیگه است که را به شکل جور میکنه خب من فکر میکردم حتما کاکو شیر آقا کدام چیزی دیگه گد کرده مردم معتاد به ازی شدن که بیان باید همیشه جا بخورن ولی نیم یک چیزی که گد کرده اخلاق است اخلاق خیلی مهمه در دکانداری بسیار اخلاق مهم است با کل برادرها شاید معلوم باشه اخلاق که آدم نداشته باشه هیچ بیروز نمیشه اگر رفیقا را واسطه ایم نوبت میتیانی یقین باشه اگر مدام قصه پیسه شان باشم پیسه شان نمیگرم میتم شانه خداوند برکت سلام از این جایی که هستم پهلوی من شعیب جان است بچه حاجی صاحب است و حاجی صاحب در جیران که من این طرف البته می آمدم گفت که خارزاد ها هستن که یک جای کار میکنن شعیب جان مونده نباشی سلام عرض ادب چی حال؟ قربانت سلامت خیر و خیر قربانت سلامت تو دیگه همین مسئولیت داری؟ والا من می کارم هستم پرکاری بولونی بله ماشاءالله این آرد شیشته یا همون ماشه برنج شده؟ نه امی آرد است که شبات میزنیم آرد باد میره سر ما خب امی کار مطمئن مویاز دیگر ماشه برنج در ایش هم ماشه برنج است شک هم نیست امی کاری صفحه دام شده بود نخستی بی یک سال از آجیس ماشالا دیگه سم مصروف است چند سال میشه کت شستی ده میده حالا یک اجدازار عبدالسال میشه سند من 26 سال از بسال خورد بودم اینجا پدرم منم میاورد ماشالله با درس مرسم چی؟ بله درس خلاص که دوستم دوازدارم دیگه بعد از نخوندی؟ بعد از دیگه کار که مصروف شدیم دیگه تصمیم دارم که شروع کنم. حاجی صاحب یکان چندی موندی نمیگه؟ نه 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 درست دارم نه میگه سر درس ما کوشش میکنم مگه ما دمی کار مصروف هستیم دیگه کوشش میکنیم درس های خودم پیش میبریم بخیر باشی زنده قربانت بیننده عزیز ممنون شما که بیننده افغان استریت فود ما بودین ما امروز خواستیم صحبت های کاکا شیر آقا را داشته باشیم من گفتم همیشه آمدیم که حالا از بس که می بولانی فروشی ها زیاد از آدم گم میکنه که در کجا بره حتی نفر دانه دروازه دکانش می آمد پرسان میکد میگو که بولانی فروشی شیر آقا در کجا هست اینه من میگم یک الان عکس شبن کنیم در بولا صحیح معلوم شود که نیز آیسب شیر آقا هست بیننده باشین من یک بولانی گک میگیرم نوش جان میکنم باز طعمش بر شما میگم هرچند شما چشیدین ولی دل ما هم شده اگر رقم حالا میگه که استاد شوی اگر رقم تو دلت میشه که نوش جان بکنی نوش جان خواد کردم شما بیننده باشین
بیننده عزیز، ما از داخل دیگه نخواستیم مزاحم کار شویم. یه از این ساعت 8 صبح را که بیروبار داره تا ساعت 6 شام دیگه. این یک دانه بولانی هم تو خوب سه سرخ کده برام داد خلا دست ما سوختان. خوب هم تو سرخ کده برام داد که بخیر برم روش جان میکنم. هرچند ما خوردیم شکمکم سیر است. اما گفتم دو قسمت که میرسی اشتیایت میآید. خب ما یک دانه گرفتیم میره نوش جان خود کردیم شما بیننده باشیم. بیننده عزیز، ما بولونی را گرفتم، گفتم که هرچند ما آمدیم از بس که بیروبار بود سرش، گفت خیلی شما یک کار کنین، گفت اول شکم مکمکتان را سیر بکنین، بعدش گفت باز بیاین اینجا بخیر که باز ما قصه مسه کنم برد در اون نقطه اگه که بغل کورگه کش بگویم یا همون کرایگه که بوجه بولانی را آماده میکرد و جه قصایش را داشتیم. من نوشو جان میکنم. اوی در کسایی که دور از وطن هستین، اگر بیننده هستین، اوی در کسایی که دور از وطن هستین میخوام دل تو نواز فضای بولانی و نگید یک جای و چکنی و دوغ و ماست باشه دیگه دل شما هم میشه. خب بر صورت بیننده عزیز، ممنون که شما بیننده بودین. تا برنامه بعد که من وارث مجدد در خدمت شما قرار میگیرم، تک و تک تان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.